این یک گورستان بزرگ ستاره است، جایی در اعماق صورت فلکی سور یا گاو و در فاصله حدود 6500 سال نوری از زمین به نام صحابی خرچنگ M1 NGC 1952. این صحابی زیبا نتیجه مرگ شکوهمند یک ستاره است. مرگ ستاره‌ای که حدود 1000 سال پیش به شکل یک انفجار ابرنواختری عظیم درون کهکشان راه شیری اتفاق افتاده. این نمایش شگفت‌انگیزی است که سالها پیش تلسکوپ فضایی هابل از این صحابی ثبت کرده. سر تا سر این صحابی را رشته‌هایی از ذرات و گازهای مختلف پوشانده‌اند. رشته‌هایی که نه تنها بسیار پیچیده هستند، بلکه به نظر می رسد که جرم کمتری نسبت به ابرنواختر اولیه و سرعتی بالاتر از حد انتظار از یک انفجار بزرگ دارند. اما ابعاد این صحابی هم دیوانه کننده است، چرا که تنها قطرش حدود 10000 سال نوری است. در مرکز این صحابی یک ستاره اسرارآمیز و کوچک وجود داره، اما این اصلا یک ستاره معمولی نیست، بلکه یک تپه‌اختر است. ستاره نوترونی با جرمی هم اندازه خورشید، اما فقط به اندازه یک شهر کوچک. این ستاره عجیب با سرعتی سرسام‌آور چیزی در حدود 30 بار در ثانیه به دور خودش میچرخد. همین سرعت بالای چرخش این ستاره است که باعث ایجاد پالس‌های مداوم و در نتیجه ایجاد یک میدان مغناطیسی قوی میشود که این امواج را در فضای اطرافش پخش میکند. احتمالاً همین تپه‌اختر عامل این انفجار ابرنواختری بوده و این توده گرد و غباری را ایجاد کرده. اما این رشته‌های تو در تو ثابت نیستند. آنها با سرعتی بالا چیزی در حدود 1500 کیلومتر در ثانیه حرکت می کنند و آنقدر در فضا گسترش می یابند که طی هزاران سال بعد محو می شوند. این یک تصویر ترکیبی از صحابی خرچنگ است. منظره ای که در طیف های مختلف از ترکیب داده های تلسکوپ های فضایی هابل در طیف مرئی، تلسکوپ اسپیتزر در طیف فروسرخ، XMM نیوتن در طیف فرابنفش، رصدخانه پرتو ایکس چاندرا و آرایه بسیار بزرگ رادیویی به دست آمده. پس اکنون ما در حال تماشای یک نمای عجیب کیهانی هستیم. شاهکاره، چرا که حالا ما میتونیم صحابی خرچنگ رو در سراسر طیف‌های الکترومغناطیسی در طیف مرئی تماشا کنیم. در سال 2023 میلادی بود که جیمز وب با چشم قدرتمند خودش برای نخستین بار به این گورستان مرموز ستاره‌ای نشانه رفت. و این بار نمای شکوهمند وب از صحابی زیبای خرچنگ که توسط دوربین فروسرخ نزدیک نیرکم و ابزار فروسرخ میانیش موسوم به میری ثبت شد. حساسیت و وضوح تلسکوپ وب آنقدر زیاد است که به ما این امکان را می‌دهد تا ترکیب مواد پرتاب شده از سمت ستاره به ویژه میزان آهن و نیکل موجود در آن را هم تعیین کنیم که ممکن خود نوع انفجاری که سبب ایجاد صحابی خرچنگ شده را هم مشخص کنه. در یک نگاه کلی این بقایای ابرنواختری بسیار شبیه به همان تصویری است که تلسکوپ فضایی هابل در سال 2025 میلادی در طول موج مرئی گرفته بود. اما با کمی دقت بیشتر و عکس فروسرخ تلسکوپ وب جزئیات بیشتری از ساختارهای قفس مانند رشته‌های گازی به رنگ قرمز نارنجی دیده می‌شوند که در واقع گوگرد یونیزه شده مضاعف همون سلفور سه را نشان می‌دهند. همچنین تابش‌هایی از ذرات گرد و غبار نیز برای نخستین بار در مناطق مرکزی این صحابی به چشم می‌خورند. اما درون آن از مواد نیمه شفاف و شیری رنگ تشکیل شده. این ماده سفید تشعشعاتی از سینکروترون است که در سراسر طیف الکترومغناطیسی ساطع می‌شود و حالا به لطف حساسیت و قدرت تفکیک دقیق وب آشکار می‌شوند. این تابش توسط ذرات بارداری همانند الکترون ها ایجاد می شوند که با سرعتی بسیار بالا نزدیک به سرعت نور در اطراف خطوط میدان مغناطیسی شتاب می گیرند. و حالا اثراتی از این تشعشعات عجیب در بیشتر مناطق درون صحابی خرچنگ آشکار می شوند. حالا بیاییم به دنبال یک محدوده خاص در این گورستان ستاره‌ای بگردیم. با کمی دقت پیچ هایی را که از یک الگوی مفهوم
واچ پیروی میکنن رو در مرکز این سحابی پیدا کنید. دقیقا در وسط همین ساختار حلقه مانند یک توده سفید درخشان وجود داره. درسته، این همون ستاره نوترونی مرموزیه که به سرعت در حال چرخشه. میدان مغناطیسی قوی همین تپختر ذرات باردار رو با سرعتی سرسام‌آور شتاب میدهند و باعث میشوند که انگام چرخش به دور خطوط میدان مغناطیسی همون تشعشعات سینکروترون رو ایجاد کنند. حالا کمی دورتر از هسته، نوارهای نازکی از پرتوهای سفید درخشان را دنبال کنید. اکنون اثراتی از ساختارهای عجیب میدان مغناطیسی اون تپختر را میبینید که در حقیقت شکل سحابی را نقاشی میکنند. خوب تماشا کنید که چطور برخی از نواحی این رشته های خاص گازی به رنگ آبی زیبایی میدرخشند. این مناطق حاوی مقادیر زیادی آهن منفرد یونیزه شده یا همون آهن دو هستند. اما در اطراف سحابی نیز ماده سفیدی دیده می شود که به شدت از سمت لبه های ساختارهای میله‌ای از گرد و غبارهای رشته‌ای به طرف داخل آن خم می شوند و در نهایت به سوی ستاره نوترونی می روند. گویی کمر سحابی فشرده شده. در واقع این تو رفتگی و لاغری ناگهانی سحابی ممکنه به دلیل محدود شدن انبساط بادهای ابرنواختر توسط کمربندی از گاز متراکم ایجاد شده باشه. بادهای تولید شده ای که به وسیله قلب این تپختر همچنان پوسته گاز غباری را با سرعت بالایی به بیرون میرانند. حالا دانشمندان در سال 2024 میلادی بار دیگر این نمای باشکوه را پردازش و دوباره بررسی کردند. در نتیجه برای اولین بار انتشار غبار گرم در سراسر این گورستان کیهانی نقش برداری شد. در اینجا داره های گرد و غباری که به عنوان ماده سرخابی کرکی نشان داده می شوند ساختار قفس مانندی را تشکیل می دهند که بیشتر در قسمت سمت چپ پایین و سمت راست بالای سحابی آشکاره. رشته های گرد و غباری نیز در سر تا سر فضای داخلی سحابی خرچنگ قرار دارند و گاهی با مناطقی از گوگرد یونیزه مضاعف یا همون گوگرد سه به رنگ سبز در می آیند. در مقابل رشته های خالدار زرد مایل به سفیدی که ساختارهای حلقه مانند بزرگی رو در اطراف مرکز بقایای ابرنواختری تشکیل می دهند که در واقع نشان دهنده مناطقی هستند که گرد و غبار و گوگرد یونیزه مضاعف با یکدیگر همپوشانی دارند. اون ساختار قفس مانند غباری میزان قابل توجهی از انتشار سینکروترون شبهوار که به رنگ آبی دیده می شود رو پنهان می کنه. این انتشار چیزی شبیه به دود است که بیشتر در مرکز سحابی خرچنگ به چشم می خوره. آن نوارهای نازک آبی که خطوط میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط قلب تپختر خرچنگ همون ستاره نوترونی عجیب با آن سرعت چرخش سرسام آورش رو دنبال میکنه. اما با همه اینها قطعا این تمام ماجرای این سحابی نیست. با اینکه وب توانست این بار ساختار شگفت‌انگیزی رو به همراه حضور برخی عناصر خاص از درون سحابی خرچنگ در طیف فروسرخ برای من آشکار کنه، اما بسیاری از داده ها را مدیون رصدهایی هستیم که تلسکوپ فضایی هابل بیش از 20 سال پیش انجام داده بود. بدون شک ما برای رسیدن به درک بهتری از چگونگی روند این انفجار عظیم ابرنواختری همچنان نیاز به داده های بیشتر و مطالعات دقیق تری داریم تا شاید بتونیم اسرار بیشتری رو از این جهان ناشناخته فاش کنیم.